همیشه به بنده هاشه. آقا گوشت با منه، کمکم کن. ببین من بدبخت چه خاکی بریزم سرم، برم الان روبروی حاجی نگاه کنم تو چشمش بگم حاجی قربون خندات برم، قربون شکل ماه هرچی مرده، اون پرچر خانم که در نظر داشتی که میخواستی عروست کنی، پر بیخیال تموم شد. این گل پسرت پاشو رفته ازدواج کرده، زنگ گرفته یه بچه هم درست کرده، تو بغلت گرفتی نازش کردی بوسش کردی، مثلا نفهم بدی این نوته قدرت چی بگم؟ قدرت یه دردم یه جا جدانی که قدرت اسم زنمه، چی باید بهش بگم؟ همین الان، همین الان اگه از من بدبخت بپرسه که رفتی سینما چه فیلمی داشت، من چی باید بهش بگم؟ تو بگو چی باید بهش بگم؟ آخه بچه پر رو یکی بدون پسی کلت بگه، آخه نونت نبود، آبت نبود، این با تناب رفتن تو چاد چی بود؟ آخه این کارا چی میکنی؟ مستجر و بدبختی، خب بشین بسمر یکی باید کمک کنه دیگه، این همه آدم رو جمع کرده بودی پشت سر خودت که چی بشه؟ چه خیری میخوای ببینی؟ ای بابا ما رو بگو چقدر ساده بودیم، ما گفتیم بابا یه عروسی کنه، یه این حیات اون حیاتی میخونیم، یه تکونی میدیم، ها شاباشی گیرمون میاد. اینا جهنم، ببین حاجی رو نمیشناسی، قلبش این قلب گنجش مریضه، من به اینقدرش رو بگم بدبختیم. آخ آخ اینا که همش قصه و قصه است، بگو چی میخوای؟ ما چه مرگمه؟ هیچ مرده نیچی نمیخوام، نیچی دردم یه چیز دیگه ای. بس بس چی ما رو صدا کردی؟ خب دیدم من اونجا تنهام، تو اینجا تنها نشستی، همچین درد تر خلصم ملسه، یه چیزایی میتونی بشنوی، سفره دل و واک کردم دیگه. چی؟ حالا پنیری، چای خوشی، چیزی نمیخوای؟ بابا صبحونه تا اینجا خوردم دست درد نکنه. منظورم تلخکیه. تلخکی این شکلات صبحونه از اونا؟ نه نه بابا، تل، مرد، تیتی، توتی، گرد، مرد. تو مواد فروشی؟ ای با عزیز شما، یعنی قاچاقچی دیگه؟ آره دیگه، نه در اون حدی که شما فکرشو میکنی، کارت رو میندازی، یعنی کلا برای یه جور قاچاقچی حساب میشه دیگه. ای همینجاست کارت؟ همینجا همیشه همینجا میشینی؟ همیشه همینجا میشینی؟ دو دقیقه میتونی اینجا بشینی من برم بیام؟ چیز پول بلوز نیست؟ نه یه ماموری هست از دوستانه، یه سری بزنم راست کارته. مامور نه باید نه شینی اینجا ببینم باشه بینم مرد که این قاچاقچی بی شخصیت. الو سلام علیکم، ببخشید مزاحم شدم، شما الان اکبر آقا یا اسقر آقا؟ اکبر آقا خیلی چاکری، خیلی داداش ببین من این آقای مودت محبت کرد ما رو در حقیقت از خونه پرت کرد بیرون و مجبورم این لوازمو در حقیقت لوازم خونه رو جمع کنم ببرم به تحویل اسقر آقا بدم بذارم تو انباری. فقط اکبر جون قربونت برم مواظب این اسبابای مینا باش، اینا مخصوصا اون فالگیری ها بفهمه خراب شده حالگیری میکنه. بله بله خیلی محبت دارین اکبر آقا، من واقعا شرمنده‌ام اینقدر مزاحم شما ایم. چقدر زیبا صحبت فرمودین، بله بله خیلی محبت کردین، ایشالا جبران کنم. سلام علیکم. سلام آقا بفرمایید. خیلی متشکرم، ببخشید مزاحمتون شدم. جونم می‌خواستم مورد چی دارین؟ چای، قهوه، نسکافه، چی دوست داری؟ اینجا کافی شاپ من که آقا ما اینجا از مشتریای خوبمون مثل شما پذیرایی می‌کنیم. محبت دارین، خیلی ممنون. من یه مورد اجاره‌ای می‌خواستم اگه. چند نفری؟ سه نفر. شغل شریفتون؟ جمال اربابی هستم، کارگردان سینما. کارگردان؟ بله. شما؟ بله بله. پسر کاپوچینو برد بیا. خیلی متشکرم، صرف شده خیلی ممنون. باش بیا اینجا بشین. نه آقا زشت. باش بیا فرمی نکن. بیا داداش من. بیا عزیزم. فرمودین آقا کیمیایی؟ خیلی ایشون که استاد هستم، بنده اربابی هستم، جمال اربابی. اربابی. بله. اخراجی ها؟ نه نه نه، کمدی نه، هنری میسازم. بله. جدایی نادرستی؟ نه آقا دیگه اون قدم نیست. چون مورد اجاره ای چی دارین؟ بله. ویلای نشینی دیگه. شمال نمیخوام، برای تهران. تهران بهت ویلا میدم. به به به. آقا 600 متر. استخر، بله. جکوزی، بله. سونا. بیشتر توضیح ندین، همین استخرش برای من مشکل سازه، برای اینکه خیلی بچه کوچیکی دارم، وقتی سر میخوره میفته توش فوت میشه. آقا بهانه نیار. شاکر شما. شما برج نشینی. برج. شما میخوای تو چشم نباشی. آفرین. آفرین. بله دقیقاً همینطوره. بله. یه واحد واسه دارم 300 متر. فقط آشپزخونه شه. نه بابا حالا ببین گوش بده، اونم خیلی کار درسته. تو بزن برو، بزن برو. بمیری یک ماه حالت کسی خبر نمیشه. چقدر واقعا جای خوبیه. بله لطف میکنی. بعد طبقه چندومه؟ طبقه 14. نه دیگه، من بچم چون خیلی کوچیکه یه وقتی میفته دوباره فوت میشه. خب تو همون برد بله. یه واحد طبقه اول دارم. بله فقط مخصوص بچه دارم. جسارتا بچه من اینجا خیلی بچه است، دوباره از همون طبقه اولم هم میفته فوت میشه. من چه کار کنم این بچت نیفته؟ عرض میکنم خدمت، من یه 40 متری میخوام با یک آشپزخونه 3 کابینته، یک
تموم و یک توالتی که حتی اگه سیفون هم نداشته باشه من مشکلی ندارم. کارگردانی دیگه؟ جمال اربابی. شما؟ بله بله. پول چقدره؟ 5,200,000 تومان. 5,200,000 تومان؟ بله بله. ببینم میتونی یه مقدار بذار رو پول هدیه، جای خوب واسط دارم. جان من؟ کجا؟ سینه قبرستون. الان دیگه مردنم به صرف نیست، پولم نمیریزه. خیلی محبت کردی، خیلی لطف کردی. کارگردان الهی بمیرم آقا جون برات، معلومه حالت خیلی خرابه نه؟ همه چی خوب، عالی، میزون. واقعا؟ واقعا. البته آقا جون یه چیزی رو میدونین، این دستگاه من شک دارم، فکر میکنم خوب کار نمیکنه. آره. چون بالا بود فشارتون اون دفعه. همینه دیگه آقا جون، به حرف من گوش نمیدین. شما ضربان قلبتون تند میزنه، باید آروم بزنه. اینی که من میگم این همه تحرک و فشار برای شما خوب نیست به خاطر همینه. نه بابا جون، من طوریم نیست. بگی گلی، بگی اینا رو. بابا جون این بچه رو کی میاری من ببینمه؟ هر وقت شما بگین. آقا جون من گفتم شما اصلا دیگه نیما رو نمیخواین ببینی. برای چی؟ خب برای اینکه انقدر شما فکر پسر اوسکازمی، من گفتم اصلا دیگه یادتون رفته جمشید و من و جمال و حتی نیما رو. اینی که 100% موافقم آقا جون. شما هم از ما غافل شدی، هم از خود. بابا این چه حرفیه شما میزنی؟ شما ها دنیای منی. آقا جون برای همین شما هم همه دنیای ما این، ما میگیم شما برگردی. منظورش اینه که هوا آلوده است. بله آقا جون، ترافیکه. با این ضربان قلب شما درست نیست آقا جون. خب بابا جون من جاویدی که ببینم برمیگردم. آقا جون شاید جاوید حالا حالاها نیاد. خب گلی این چه حرفیه میزنی تو؟ میشه چرا آقا جون تو همین یکی دو روزه میادش؟ ای بابا، بابا جون تهران که جای بدی نیستش. اما من خب منم تو شهرستان کار دارم، قول بهتون میدم جاوید دیدم، کار این بهنامم که انجام دادم، برمیگردم میرم دوباره کار زندگی. آقا جون خب کار این آقای بهنام کی تموم میشه پس بالاخره؟ اون دیگه با خداست بابا جون. جمشید. بله. جاوید کی میاد؟ سوزنش گیگه میاد تو همین یکی دو روزه میادش آقا جون. آخ آخ آخ، توش یادم میرفت. چی آقا جون؟ بابا جون بلند شو برین جمال رو صدا کن بیا، یه کار فوری باش دارم. بلند شو بابا جون. چش آقا جون. آقا جون من میگم اصلا شما به خودت نمیرسی ها. بابا قدرت یه میوه گلی، یه پذیرایی یادش میره. همه من هزینه کردم آقا جون، الان من برم جمال رو صدا کنم. قدرت چش. برو بابا. چرا حرف نمیزنی؟ رفتی بیرون؟ فهمیدی چی به چیه؟ آره مزنه گیرم اومد. بابا مزنه چیه؟ همین تاتی تودی تلقکی ترشکی اینا دیگه. بابا آقا جماله بگم، فهمیدی چی داره چی نداره؟ قدرت تو فکر می‌کنی حاجی دووم بیاره؟ خاک بر سرم، زبونه تو گاز بگیر. بابا معلومه تو چت شده، جواب سوال منو بده. نه، اگه خبر بد بهش بگن چقدر طاقت میره؟ دیگه بدتر از خبر فوت حاج خانم دیگه خبری نبود که. ندیدی حاجی هیچی نگفت، سکوت کرده بود، هیچ که اشکش هم ندید. خب قربونش برم، کمرش شکست، خودت دیدی که. ای بابا، اون چند سال پیش که افتاد کمرش شکست، رفت بالای درخت گردو گلابی بشین افتاد پایین. اونو نمیگم که، قلبشو دارم میگم. ای با قلبش ربطی به کمرش داره؟ اصلا این حرفا چیه تو میزنی؟ بابا من از حرف تا حرف زدم، من حرف بزنم. واو چرت و پرتا چیه میگه؟ قلم نکنه رفتی بیرون تب داری؟ ببینم. نه هیچی نی، فقط نمیدونم یه جوری شده که دوست دارم با یکی درد دل کنم. آخه مگه من مردم؟ نه دورت جون. ای بگو دیگه. قدرت دهنت چقدر قرصه؟ با تو که منو میشناسی. قدرت یه چیزی میخوام بگم، سفره دل توی منو بر وا نکن، یا این یه رازه. بگو. بگم؟ آره. قدرت آبروریزی نکنی یا. چشم. وقتی بهت گفتم مثل خاله زنکه این منو بر نری بشین تعریف کنی یا. چشم. نری نمیدونم به قلب اینو بهتر کنی. چشم. کف دستش نذاری من خودم رو تیکی تیکی کنم. چشم. بگم؟ بگو.
نه نمیگم. وا چرا؟ دلقی نمیگم. به جهندم که نمیگی. حاج آقا بفرمایید میوه. خلاصه که مینا خانوم، من امروز هی از این بونگا به اون بونگا، از این بونگا به اون بونگا، بلکه بتونم یک خونه اجاره مناسب حال خودم پیدا کنم، انگاری آب شده رفته تو زمین. بله دیگه، بگو خونه مناسب حال ما آب شده رفته تو زمین. بله دیگه، هر کی شرایطی داره دیگه مینا جون دیگه. حالا بعد چی کار کنیم؟ صبر دیگه، الانم که فعلا اینجا این تا ببینیم چی پیش میاره. خونه قشنگ جمال، یه کاری بکن. من خسته شدم اینقدر مشاوره تلفنی دادم. همه مشتری هم دارن میپرن. مینا جان، بعد الان خدا رو شکر کنیم من و تو فرمون سالم هستیم. ما فقط یه مشکل کوچیک داریم. مشکل کوچیکم یه مشکل بزرگ مالی حل میشه ایشالله. ولی همدیگر رو داریم. ببین چی کار کنم. چی کار کنم دیگه. فردا برو طلاقمو بفروش. بذار رو پول پیش. کدوم پیش؟ پیش که پیش مودت دیگه. دیگه الان پیش مودت نیست. پیش کیه؟ یعنی مال خود مودت. کل اجاره را از پیشمون کم کرد. جمال خب چیکار کنیم؟ من چیکار کنم از دست؟ ببین ما الان ما هم دیگر رو داریم. مینا جو ما هم دیگر داریم. سلامتی داریم. ببین جمال، مینا خانم بیاین، آقا جون کارتون داره. الان میام. ببین مینا جو، ما باید خدا رو شکر کنیم. الان بخند. چی بشه؟ بخند. ما هم دیگر داریم. بخند. ببین ما پیش هم دیگه ایم، عوضش پول پیش نداریم ولی پیش هم دیگه ایم. بابا بیاین دیگه، حتی بذارن پیش هم بمونیم. آقا جون اومدم. بابا بیاین دیگه، همه شام تدارک دیدم آخه مینا خانوم. آره جون خودت، آفتاب لگن هفته از شامانه ها ریچی. هیچی، این همه غذای گیاهی از اینه کردن. آقا لان بالا مالا میپری. خیار بوتهی نبود؟ اینقدر شلوغ میکنین که من داشت یادم میرفت که یه خبر خوشی رو بهتون بگم. به 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 به، حالا آقا جون این خبر خوش چی هست؟ اصلا راجبه کیه؟ اتفاقا این خبر خوش مربوط به تو میشه. من احتمالا مجوز فیلم اومده ایشالله. اون که بمانه. بابا جون دیگه وقتش رسیده که عروس خانوم پاشو بذاره تو خونه. به 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 چه عروسی که بیاد تو خانواده ایشون. چه حرفیه میزنه مینا خانم؟ من از دهنم بوشیر میده آقا جون. چه کاریه حاکم مینا؟ ها نه دیگه، تو دهنت بود سیر میده. به سلامتی. نه آقا جون، حالا این عروس خوشبخت کی هست؟ خدمت شما عرض شد که حاج رحیم با هم تماس گرفت، گفتش که فردا با پری چهر خانم میاد اینجا. مبارک. تمام. چیزی نیست. مینا جان، مینا خانم، مینا خانم چی شدی؟ پاشو پاشو صندلی. مینا بیا بیا بیا. مینا خانم، مینا خانم، بابا چیزی نیست. خانم مهدی چه شده بابا؟ کاری بود من. آقا جون این موسیسنا حساسن. مینا خانم، مینا خانم، یه دقیقه وقت به من میدی؟ یه چیزی میخوام بهت بگم. غلام جان یه دقیقه باش ببینیم دختر مردم چرا پس افتاده. همین توضیح داره، این قضیه توضیح داره که الان چیزی نیست. آرام درد درد زدن دیگه. بکنی تو نیمز کنیم. بینه فقط الان همه خوب میشه. درد زدن دیگه. خانم مهدی یه دقیقه ساکت. چرا چشمی یه چرا یه دفعه کیه؟ نه ترس، در رو واکن. ببخشید آقامون نیستن. جمشید جون نه ترس، بهرام هم در واکن. ای بابا. سلام جمشید جون. سلام دایی. سلام دایی. بابا تو چه پیگیری اینجا را کجا پیدا کردی تو؟ جوینده یا بنده است دیگه جمشید جون، چیکار کنیم؟ آفرین. فهمیدم آقا جون اومده، گفتم افتادی تو هچل بیام یه گوشه کارو بگیرم. آخه کلن نیتت خیره میدونم. آره دیگه. ببینم کسی دمه در نبود؟ چرا؟ دوتا همسایه، سه تا طلبکار، دوتا پلیس. میگفتی دوتا گوجه اضافه هم بذاری کنارش. تیکه میندازی، تیکه بنداز. بریم نیما جون پیش آقا جون. ساده دامادی ما. آقا ببخشید پاتون لای در ما گیر کرده. بالاخره پیدات کردیم.
شما همسایه طبقه بالایی؟ نه میگم قیافتون ناشناس، همسایه طبقه پایینی. نه رفتگر مهربون محله مایا نمیخوای؟ هیچ کدام؟ انقدر زور نزن، تو خوب میدونی من کیم. آقا ببخشید یه خورده آرومتر آقا جون، من خوابه. اصلا میخوایم پاتون علایی در برداریم بیام بیرون توی جمع مسالمت آمیز با هم حرف بزنیم. ببین داداش من اینجا همه محل میشناسن، یه داد بزنم همه بچه‌ها میریزن سر تار. جدی نمیگیری؟ میخوای داد بزنم؟ کمک کمک. بی خودی شلوغش نکن. چشم. اینجا هر کی بیاد کمک میاد کمک من، کسی کمک تو نمیاد. اینی که 100% موافقم. آقا من اصلا میگم حالا اگه امری چیزی هست من همه جوری در خدمتم. آه حالا شد. چه؟ فردا ساعت 9 صبح میای به این قهوه خونه. بله. این آدرس، اینم اسم رمز. به نفعته که بیای. این بله حتما من اطاعت هم میکنم. ولی همچنان من فکر کنم شما اشتباه گرفتی، موافق نیستی؟ من اشتباه نمیکنم جمشید خان. فقط حواست باشه که خانواده در خطره. آقا این چه حرفی میزنی؟ من اصلا نوکرتونم، اصلا تشریف بیارید تو. چای، میوه، به، انار، انبه، همه چی هست. وسیله ایاب و ذهاب موجوده. کجا تشریف میبرید؟ چایی با خورما میچسه. آره خیلی حال میده. آها اسم رمزه. دکتر جان زحمت کشیدی، قابل شما رو نداره آقا جون. تو بهترین گل دنیا رو برای من آوردی. آقا جونو ببوس، آقا جونو ببوس. آخ 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 آقا جون برای من شکلاتی آوردی؟ آره بابا جون، جونم رو با ست آوردم. آخه مرزو همم آقا رو اجازه میدی؟ نراحت باش، اصلا ندارم آقا. چه قور میزنی؟ حالا چیه؟ آقا بیچاره رو میگم عجب آدم هایی که ایدا میشن. قربونه برم، اقا نگرانه، دمت گرم. نگرانه مونده، اینا نمیتونم مونده، تو به کارت. بابا جو این دختره حالش خوب نیست، ببرینش بیمارستان. نگران نباش آقای کارگردان، خانم دکتر هستن که. آقا جون، گلی هست، خودش دکتره. نقد گرفته ای؟ نکنه نگران همون موشی صحنتون هستین؟ آره؟ بابا تو ازدواج بکنی میخوای چی کار کنی؟ خیلی استرس داری ها؟ همینجوری. جمشید جان بابا؟ جونم آقا جون. بیا بشین که امشب جمعمون جمعه. آقای دکتر تشریف آوردن. باشه چشمن در خدمتون هستم. یه تلفن ضروری دارم، برم زنگمو بزنم سری میرسم خدمتون. راست میگه آقا جون، بذار بچه ها به کار ضروریشون برسن. مخلص شما هستیم آقای مهندس. جمال جون به داماد دکتر داروسازمون برس تا من برگردم. بابا بهتر نیست به برادراش خبر بدیم؟ نه آقا جون نگران نباشین، خوب میشه. آقا جمال شما باید مواظب امانتی باشین. مواظبم. فقط آقا جون یه سری دکتر هستن که خیلی بی وجدانن، یه سری یعنی جفتان برن تو تشه داری داروهایی درست میکنن که مردم به این روز میفتن. آره دیگه یه سری بزنم. خیلی حساسه نیما جون. آقا جونو گوز کن. آقا جون قربونه تو من. چیه سر تو انداخته داری میتو؟ بس آبادم تو؟ خب اگه نگه میتو دیگه بگو مینا خانم یه گل خانم. نمیشه. بس بذار من بیام تو. نمیشه. آقا جان بگو یه کارشون دارم. زنونه است، مردونه نیست. خب بچه رو بده من. اونا کارشون رو بلدن، منم بلدم. نمیخواد بیای تو. اصلا نمیخواد قچری بچه رو بخوری. اه؟ مینا جانم قربونت برم. باید برم دیگه، اینجا جای من نیست. مینا جان فرض ما رو ببین، یه ذره خودداری خودداری کنم بابت چی من جا گذاشتم. مینا خانم چه شده؟ شیر خوش میشه؟ خودت تو بیا برو بیرون. قربونت خانم بذار من که باشم. چی شده؟ چه خبره؟ اینا منم بلدم. تو همه جا باید باشی، همیشه بلدی. برو جمال رو صدا کن. یکی کار دیگه بلد نیستم دیگه. برو قدرت جمال رو صدا کنی که چی بشه. جمال اگه هر پالش بود که الان زندگیمون این نبوده. چی شد؟ شما رو کار دارم. خودم با ادبه. مینا جان عزیز من، آخه تو نمیگی وقتی قش میکنی من داغون میشم از نگرانی میمیرم؟ برو دیگه، هر چی فیلم بازی کردی و فیلم ساختی بس همه. من دیگه باید برم. کجا میخوای بری آخه؟ کجا میخوای بری؟ پیش داداشا اکبر اینا. تو به من فکر نمیکنی؟ مگه تو به من فکر کردی؟ گلی تو شاهد باش با من چه کرد.
تو برای چی این کارا رو می‌کنی؟ می‌دونی فشارش روی چند بود؟ نه، چند بود؟ دستگاه فشار خون دارم من؟ واقعا که حالا دیگه فرقی هم نمی‌کنه. اگه بار گران بودیم رفتیم آقا. مینا چرا همه چی رو قاطی می‌کنی؟ این آقا رفیق صمیمی پدر من بوده که با دخترش پریچر خانم که ذکرش همیشه هست دارن میان اینجا دیدن ما که اصلا ببینن آب منو پریچر خانم تو یک جوب میره یا نمیره. که نمیره. اون دیگه قسمته. اون دیگه قسمته. بعد ببینی رو پیشونی چی نوشته. رو پیشونی من که نوشته سیاه‌بخت. ولی فکر نکن آقا رو پیشونی تو هم نوشته داداشای من. اوه نه مینا جان شوخی کردم. مینا جان یه لحظه اجازه بده. میره. بابا یه دقیقه گوش کن دیگه. اصلا الان بهترین حالت شد. این خانوم تشریف میاره اینجا از بلا تکلیفی در میاد. میره دنبال یه کیس بهتر میگرده. میره تو سراغ زندگیش. آقا جونم از ذهنش این دختره پاک میشه. یعنی تو همه این کارا رو میکنی؟ فکر نکنم. شهامتش هم داری. پنپا. یعنی تو همه چیو به آقا جون میگی؟ قول میدم. خب پس برم دیگه. ای باز دوباره کجا میری؟ نه قول. صورت تمام بشه از این حال در بیام دیگه. الله از بر باش صورت بشه. یعنی تو همه این کارا رو میکنی دیگه؟ نه دیگه گلی جان، نه خواهر عزیزم، نمیتونم اما میتونم اون شوهر فرصت طلب بدونی که درچه قد کنم. از کجا من یه آقا جون اینجا؟ از کجا اینجا رو بده کرده؟ اصلا واسه چی اومده اینجا؟ من الان میرم میپرسم. جمال بابا کجایی؟ جانم آقا جون. بابا بیایید میخواییم دوره هم باشیم. جمال مرده، جمال مرده. ازت پذیرایی بکنم، چای بیارم، شام بیارم، میوه. آقا جون میبینی دخترتون چقدر منو لوس میکنه؟ آقا جون من اصلا این دوتا مرغ عشقا میبینم و حواس میکنم همین فردا ازدواج کنم. مثلا اینو خیلی دوستش دارم، میمیرم براش. نظر لطفته. خدا برای هم حفظشون کنه. بابا جون جمع این دختر مینا حالش چطوری بهتر شد؟ خوبه آقا جون، یه ذره فقط ضعف کرده بود. من یه دقیقه خصوصی با حاجی صحبت کنم قضیه حل. حاجی بریم اونجا. غلام جان یه دقیقه صبر کن، دامادمو بعد از مدت ها دیدم، میخوام یه خورده با هم صحبت کنیم. یه دقیقه دندون رو جیگر بذار. به نظر من آقا جون چاره ضعف فقط قرصای ویتامین است. میرم خانم دکتر برای منشی صحنتون بیارن حتما. یه هفتهی میکنتش هرکول از تولیدات خودمونه. شنیدم این قرصای شیمیایی که با پا لگد میشن خیلی چیزای توپی هن. اتفاقا قرصای ما کاملا بهداشتی و گیاهی هن. اصلا میخوای بدم آقا جونم تست کنم؟ واقعا؟ یه هفتهی میتونه یه قله رو برو برگرده. واسه قلبش هم خوبه؟ داروی همه مرضاست. خودم میازتون میگیرم. هستیم در خدمتتون. آقا جون حالشون خوبه، لازم ندارن این چیزا رو، فقط بعد یه مقدار استراحت کنن خوبه خوبه. خانم دکتر اینا شاهدن، همین الان گفتی قلبش مشکل نداره. حاجی پاشو بریم بگم قالکار بکنیم دیگه. غلام حرفتو بزن، اینجا غریبه که نیستش که. بگو پیش اینا بگم. آره بگو. راه نداره حاجی، باید تنابت بگم. نمیشه. بلند شو غلام، بلند شو برو قرصای من رو میز برده بیا. آره قرصو شاید به خودت بهتر بشه. خود زودتر میگفتی. برو آقا جون، الان وقت حرفای خوب خوبه. حرفای خوب خوب میزنیم دلتون حسابی وا میشه. نه آقا جون حرفای خوب خوب نمیخوان، باید استراحت بکنن. یه روز دیگه ایشالله بچه‌م هم خوابش میاد. نیما جان خوابت میاد؟ نه سوغاتی میخوام. سوغاتی هم میگیرم. حاجی سوغاتی باش، بعد اینو بخور. اصلا هزار کدوم چهار پنج تا بخور. نه یه جوری که اصلا نه بخور بعدم میگم. بخور بعدم میگم. بگو والا. نه شما این قرصا رو بخور. نه پنج تاشو بخور. غلام جان حرفتو بزن، حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی. راست میگه دیگه آقا غلام، حرفتو بزن. خب هیچی، من خر من از کرگی دم نداشت، نمیخوام آقا. برم گم شم حاجی، راحت ترم برم. من نمیفهمم این امروز چشه. چیز نیست آقا جون، خیلی ناراحته. خیلی دیگه هم اصلا الان خیلی ناراحته، الان یه اتفاقات عجیبی میفته. خب آقا جون با اجازتون من مرخص میشم. آفرین. مثل این حق با خانم دکتره دیگه. بله. کجا بابا جون، تازه سر شبه دیگه. حالا باز میام بهتون سر میزنم. قربونتون برم. قربانه. میگم آقا دکتر دفعه بعد خواستین تشریف بریم بگین یه گاوی گوسفندی شطور چیزی جلو پاتون بکشیم، اینجوری زشته. ما نمک پرورده هستیم آقای کارگردان. نیما جون بیا. بیا بابا. بچه رو کجا میبری؟ صبح مهد داره، گلی هم که اینجاست، من باید برسونمش دیگه. ای بابا، بگی بابا جون. بیا آقا جونو بوس کن، بوس کن نیما جون. آفرین. قربونش برم من.
رسیدی خونه یه اسفن برای بچه دونه. حتما. کاری شما نداری؟ قرمونه تو من برم. خانم دکتر خدافظ شما. آقای کارگردان خدافظ. آقای مهندس خدافظ. آقا برم قبل از اینکه تشریف ببرین آقا آدرس این داروخونه رو بده بیام داروها رو بگیرم خودم. فکر کنم عزم تو جذب کردی واسه هرکول شدن ها. آقا جونه واسه حاجیه واسه خودم نی که. باش دست درد نکنم. ببین این کارتمو بگیر هر وقت خواستی بیای اول زنگ بزن. باشه؟ آره آره امرو بوس کن. قربونه شکلی اومدیم سوغاتی هم خودم میخرم برات بیارم قربونه شکلی یادت نره سوغاتی زنده باشی به سلامت بسلام خدا قربونه شما. اون چیزی که من میدونم همه این دارو برم بخوره بازم دقون نمیره. خب زهره ما پروفسور تو ما رو صدا کردی ما خب آها برام رفت دارم بهتون میگم هر لحظه اینجا موندن داره سخت‌تر و خطرناک‌تر میشه آقا گفته باشم آقا جان اگه فردا پریچه خانم بیاد جلو آقا جان آبرون بره چه غلطی بکنه بهرام اینجا رو از کجا پیدا کرد؟ بگی تو قرار بود بپرسی باید یه چه رقم مغربوزه و سوزه میاد خواستم بزنم لش کنم اگه وقت به آقا جون چیزی بگه من چیکار کنم او آقا دارم میتون میگم هر لحظه استراتژی اینجا هر لحظه موندن داره خطرناکتر میشه طلبکارا آدرس اینجا رو پیدا کردن ممکنه همش حمله کنن آقا اگه فردا آقا جون ماجرای منو بفهمه بگه این مینا کیه چرا نگفتی نمه دارم داداش ما چیکار کردیم داداش منو بگو منو بگو وای داداش اینا رو ویل کن طلب کنه این بلا رو دادا دادا بسته بس کن دیگه راست یه دلم میگه نرم نه آقا جون میگه برو برو مینا چه کنم لنگ واقعا خجالت نمیکشی؟ آینه ترکید انقدر بهش زل زدی؟ نه داری اشتباه میکنی مینا جون ببین الان تو آینه اون قسمت شیر بود این قافله یه بچم خوابه از من خجالت نمیکشی از این بچه خجالت بکش دقیقا همین امروز که پریچه میخواد بیاد باید قافله عمرتو تماشا کنی واقعا که مینا جان داری کاملا اشتباه میکنی عزیز من بابا جان اصلا اون دختر این دماغو اگه بدونی بچه که چقدر از من کتک خورده گفتی حواست جمعه دیگه امروزی ماجرا رو تمومش میکنی نه؟ بله بله شما فقط بخند و از بغل من تکون نخور خاطر جمع ببخشی جمال جون با اجازت من دارم میرم سکا دیگه سفارش نکن حواست به پریچه خانم باشه و مهریه رو به تاریخ میلادی بگیری با کلاس سر اه ببخشی مینا خانم نه ای تو روحت همین مطلک آقا رو کم داشتیم نه با جمشید داره شوخی میکنه جمشید جان برو قربونت برم ایشالا دیگه بر نگردی با دومات که انقدر عصبی نمیشه راجبی مهریه حرف زدی میگه خداحافظ تا این دختره بیاد بره من دق کردم ای بابا مینا من واقعا از تو تعجب میکنم دختری با این فهم با این کمالات با این جمالات با این صورت زیبا به یه دختر 90 کیلو یه خرس دماغ آویزون توک زبونی 20 سواد حسادت کنه راست میگی؟ آره قربونت برم بخند آره همینا به دردتو میخورن نامرد آره دیگه خجالت نمیکشی از صبح وایسادی داری موهاتو آب و شونه میکنه اون وقت من بدبخت آخ مینا جان من مو دارم تو این کله مو اینجا که من آب شونه کنم بابا یه چیزی میگی بعدم خود این دختره میاد فاصله فرهنگی رو میبینه اوف فاصله طبقاتی اوف بعد میاد چی جیب آه خالی هیچی نداره مانو منال تعطیل خودش پس میزنه میره و دو اتفاق یگانه اینجا میفته هم از شر این ماجرا خلاص میشیم هم آقا جون دور از جون سکته نمیکنه مینا جان به من اعتماد کن مینا جا خب این لباسا رو بشور تو گرمی زیر بغلش خفم کرد قربونت برم دختره خرس هست اما خرس هم دماغ داره بابا خیلی پر روی خیلی حاجی از الان نوشه جونت بفرمایید چاکر آقا جون
کجا میری بابا؟ آقا جون با اجازتون برم دنبال کارام دیگه. یعنی چی بابا جون؟ امروز خواستگاری برادرته. خب آقا جون ایشالله که من برادرم خوشبخت باشه. شما خامه نخو خوب نیسازم. ولی بابا جون میخواستم با همدیگه بریم یه مقدار میوه و شیرینی بگیرم. آقا جون همینه این جمال شما لوس کرده دیگه. بابا بذار خودش بره دنبال کاراش یه خود کار یاد بگیره. آخه پس از این پریچل خانم نمیگه که این جمالی که با ما انداختی بلد نیست بره 2 کیلو میوه بخره؟ راست میگی ها، تفلک اینقدر دست با چلفته جمالو میگم. این مدت من عزیزی برم چه کار میکرده، کاراش و امورش چجوری فتق و بتق میکرده. درست حرف زن قلام. آقا جون این قلام هم بعضی وقت حرفای درستی میزنه. شما نگاه کنید من جمالی که از شهرستان اومدیم تهران من چند کیلو بودم الان چند کیلو شدم. خب کار کردم. این نشسته هی فیلم ساخته، خودش تنهایی نشسته دیده چیپس و بابای خورده ترکیده. قربونت برم. این حاج رحیم داره با پرچه از شهرستان میاد اینجا. زشته، مهمون ماست. آقا جون من که خودم کنار شما باشم. فقط شما خودتو یادتونه چقدر شبه ای دنبال کار مردم بودین؟ خب این مردم گرفتارن، الان چش امیدشون به منه، من باید برم مشکلاتشون رو حل کنم. ایشالله دعای خیرشون پشت سر این پریچل خانم و آقا جمال باشه. ایشالله بابا جون خدا خیرت بده که کار مردم رو راه میندازی، ولی قول بده کارت که تموم شد زود بیای خونه. اون جفت چه جای قشنگه. برو بابا جون. آقولم خداحافظ. به سلامت بابا. حاجی صبحونت خوش. نوش جونت. چایی با خورما میچسبه نه؟ چه جورم؟ خب حالا من چی میخوام؟ ما از بنده خدا هیچی نمیخوای. یعنی چی؟ خب چرا گفتی من بیام اینجا؟ مگه من علافم؟ بشین بیریم با مگه روم بیز ما گردن کلوفتی هم داری میکنی؟ آقا چرا اینقدر عصبانی میشین شما؟ مگه چایی با خورما نمیچسبه؟ چرا میچسبه؟ آقا مگه این اسم رمزمون نبود؟ جونم بله کارت دارم. اه سلام. اصلا چایی با خورما نمیچسبه. آخه مرد حساب این اسم رمز گذاشتی، معلومه چایی با خورما تو قهوه خونه میچسبه. بالا بهتر میچسبه. دنبالم بیا. کجا؟ برای چی بریم بالا؟ ای بابا آقا اینجا کجاست؟ من وردشی نوردین آخه. یه بالا. خب همون پایین حرفی زدین دیگه. همونجا وایسا. آقا خودشه. چی از جون من میخوام؟ خیلی عجله داری. اول بشین یه چای خورما بزن. ببین داداش من اهل این حرفا نیستم. بچه‌م در جریان قرار بگیرید، الانم خیلی استرس دارم. سری بریم سر اصل مطلب. چی میخوام؟ شاهرخ کجاست؟ من چه میدونم شاهرخ کجاست؟ مگه من منشی شاهرخم؟ من خودم هم ازش طلب دارم. یه کارت بهش بده. تا فردا صبح وقت داری شاهرخو برام بیاری. در غیر این صورت بابا من به چی قسم بخورم که شما باور کنید من شاهرخ خبر ندارم؟ اصلا شما کی هستین؟ بیم بچه، نه قراره بپرسی ما کی هستیم نه قراره سوال کنی. فقط اینو بدون که ما همه چی در مورد تو میدونیم. من نمیدونم شاهرخ کجاست. اگه اونو تا فردا صبح در اختیار ما گذاشتی ما هم در عوض یه شیتیل خوب بهت میدیم. داداش بیا بره این صورت حسابه. آقا دارم حرف میزنم. صورت حساب این آبربان که من بگی من 100 تا مثل شما رو شیتیل میدم. من چه میدونم شاهرخ کجاست؟ من فقط دنبال داداشم جاوید میگردم. پس شاهرخ از تو، جاوید هم از ما.
شما خبر دارین اجاوی؟ بین شازده، اگه کلک ملک تو کارت باشی میفرستم از اونجا که جاوید هست. نکنه بلایی سرش آورده باشی. بابا ولم کن داداش من، اون داداش همه حقم جونمه. به جان خودم اگه بلایی سرش آورده باشی من میدونم با شما ها. منتظرتیم تو فردا صبح. فردا صبح؟ ساعت چند؟ 8. 12. 8. 10. 8. 8:05. 8:05. دستتون در نکن. حالا بشین یه چایی با خرما بخور. نه داداش، تنها به شخص بزن، فقط موضوعش هستش نه جگلوت. بکنه اینو با سلام آقا. سلام آقای دکتر. بله آقا غلام، اصلا فکرش نمی کردم یه زودی ها پیدات شه. نکنه از تو جذب کرده دیاره. خوب شد اومدی. ها. اون سطر رو میبینیم اونجا توش پودره. آره. اون دیگه رسوت هایی نبسته. اینو بجون بجون. آره میگم این داروخونه، داروخونه که میگفتی همین جاست؟ داروخونه چی آقا غلام؟ اینجا کارخونه داروسازیه. خب آقا بچه هم مثل همون میمونه، بو گن میدی اینجا. مال مواد اولیه است که خودم ساختم، خارجیش که دیگه گیر نمیاد. میدونی دلار چقدر رفته بالا؟ یه تومن الان چند دلار شده؟ ولش کن، اومدی حتما داروهاتو ببری. آره برات گذاشتم کنار. نه ببین، میدونم سرت شلوغه ولی واسه یه کار دیگه اومدم. آها حتما یه داروی دیگه میخوای. البته یه چیزی شنیده بودم، مشکل حل شد؟ نه اون مشکل رو بیخیال کار نداشته باش، اومدم یه رازو بهت بگم. راز؟ آره. خب چرا این از اول نگفتی؟ خب حالا دوم بگم دیگه. بگم؟ باش، قبلش اون روغن گوساله دریاری برام بیار، بعدم بگو. این روغن گوساله دریایی؟ واقعا؟ آفرین. بفهم. دستت درد نکنه. خب بگو. دهنت قرص حرف پیشت میمونه یا نه؟ آره بابا مطمئن باش. راجع بردا خانومته، آقا جمال زنگ گرفته. نه بابا شوخی میکنی؟ مگه مریضم؟ شوخی کنم، جدی دارم میگم. بابا مینا خانومه، اسم بچه‌شم فرمونه. عجب نامردیه. جون آورم، نمیدونستم به کی باید بگم. اصلا سرگیجه گرفتم. به حاجی بگم که قلبش وای میسه. اینا به کنار، بدتر از همین که اون دختره با هزار امید آرزو راه افتاده بیاد تهران. ببین چی میشه. آخ آخ. ای بابا، حالا تو از کجا فهمیدی؟ صافونه جمال بهم گفت دیگه. عجب نامردیه. حالا میگی چیکار کنیم؟ والا موندم نمیدونم چیکار کنم. اگه به قدرت بگم که همه شهر فهمیدن. خب نگو. خب نمیگم. اگه تو خودم بریزم ببین قنبات میگیرم ها. خب نریز. خب نمیریزم ولی به حاجی که نمیتونم نگم. میتونم؟ اونو دیگه باید گفت نامردیه. آره و قلبش درد میگیره. اونا به کنار. ببین گفتیم آخر امید، من و قدرت این همه زحمت کشیدیم یه چیزی سرپناهی گیرمون بیاد. حاجی اگه بفهمه بچه‌هاش از ارث محروم میکنه، من و قدرت که حرفش هم نزن. حیف حاجی نازنین. حالا چجوری میخوای بهش بگی؟ روی کلمن هیچ حساب نکن جانتو. ببین تو برو تحتوی قضیه رو در بیار، من کاری میکنم عید نشده حاجی واسه سه تا خونه بخره. راست میگی؟ آره به جون خودت. خب قلبش یهو نگیره سکته کنه گرفتار بشیم. داروش پیش خودمه. واقعا دست درد نکنه. ببین میگم حالا که این کار به اینجا رسید، یه دارویی نداری این خود راست ریسش کنه، آخر هم یه خود خوشتیب قشنگ بشیم آدمیم دیگه. اتفاقا دارم یه قوطی از اونجا بیار برای داغ داغ پرش کنم. از همینا؟ آره همین که گن میده که همه رو. ای بابا تو استفاده کن، ضرر نمیبینی. بله. ای خیلی خوش آمدین، بفرمایید. اومدم بچم. وای 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 وای، خیلی خوب حالا چرا اینقدر دوخ کردی؟ نه من میخوام کسی شک نکنه. نه پنجره خانم اومده؟ بله. حالا تو چرا اینقدر خوشحالی؟ آخه خب همشهریه دیگه. سلام. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. سلام. یا دختر پرچیر خانم، من